بعدشم هفته دیگه دوباره چیزای دیگه که یادم نمیاد چی نوشتم، ولی من هم فلایرش هست. خوشحالم از اینکه اینجا هستیم. حالا راجع به خود باز خودش لکچر باشه، حالا تا چشم کنم اگه خواستین راجبش بعدا صحبت کنیم. چیزی که بدن شما اینجاست که پس یه آدمی رو شما میبینید که مدت خیلی طولانی میدوه و هیچ هم out of breath نمیشه، بعد یه کسی رو میبینید تا میدوه یه ذره میگه خسته شدم دیگه نمیتونم اینا، پس اون داره چربی میسوزونه. نه، بدن بستگی به ترین شدن بدن شما داره. شما هم که دیگه کسی رو میبینید میدوه ولی داره چربی میسوزونه، چرا؟ بخواد دیگه هیچ مسئله با اکسیژن گرفتن نداره. هر چی بدن شما ریه‌هاتون قوی تر باشه و ترین شده تر باشه، بیشتر میتونید اکسیژن رو در یک نفس بکشید تو. هر چی اکسیژن بیشتر بکشید تو، چربیتون بیشتر میسوزه. متوجه شدید چی میگم؟ در چه بستگی داره؟ مثلا یکی میبینید میدونه ولی داره چربی میسوزونه، چی شد؟ یه خانومی اومده بود توی پارس میگفت قند میسوزونی، پس تو چرا داری چربی میسوزونی؟ باید که اون آدم چیز شده؟ ترین شده است. اون آدم ترین شده به اندازه کافی که بتونه با یک نفس یک عالمه بهش میگن بی او تو مکس، والیوم لانگاش قد زیاد شده که با یک نفس یه عالمه اکسیژن رو گیره. خب پس بودویم اگه اون قد بزنیم. خب بزنیم کنم یه ذره تونتر. چه ساعتیه؟ خب حالا دایتتون همه میدونیم دیگه این روزا برای واسه دایت دیابت باید شیرینی نخورین. آن شما پرسیدین راه رفتن، راه رفتن بسته به سرعت راه رفتن شما میتونه چربی باشه یا میتونه قند باشه. خب یعنی تندتر قند میسوزونه، یواشتر چربی؟ بستگی داره به شما، بستگی داره به شما. یه تلفن بگیرین دستتون. خب یه تلفن بگیرین دستتون. من تلفن دارم دیگه. تلفن یه تلفن بگیرین دستتون. این کار رو همیشه با دانشجوام سر کلاس بودم همه می‌خرد. یه تلفن بگیرین دستتون، بعد شروع کنید راه رفتن. با یک کسی پای تلفن باشین، با دخترتون، پسرتون، مامانتون، باباتون، هر کسی دوستتون. بعد راه برید. تون 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 تون. هی حرف بزنین و سرعتتون رو بیشتر کنین. بعد از یه مدت دارین الان چربی می‌سوزونین. هیچ مشکل نداره، دارین کانورسیشن رو ادامه میدین. رایت؟ بعد وقتی تون 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 میرین، باید قطع کنم به این میگن conversational level. یعنی به محض اینکه شما هیت کنین اون زمانی رو که دیگه نتونید پای تلفن با اون شخص باشید، میپرید به قند سوختن. متوجه شدید؟ بعد یکی رو میبینید تلفنشو میگیره دستش میدوه، خیلی هم راحت میدوه، تلفن داره هم بذاره، به خاطر اینکه اون انقدر ترین شده که داره همچنان چربی رو میسوزونه. هیچ نفس تنگی هم نمیگیره. اگه قند داشته باشه که همش هیچ قلبی میسوزونه. معمولا اون آدما قند ندارن. اگه که قند از اون آدم قند داشته باشه هیچ وقت قند رو نمیسوزه. میگم معمولا آدمی که اینقدر ترین شده قند نداره. تا با کی صحبت بکنه؟ اگه اون عشق باشه خیلی باز خراب میشه. حالا نه دیگه دارم. اگه اون عشق باشه خیلی باز خراب میشه دیگه. قد مفته بود. آره دیگه شنیده قده که میشه شده چه همه چیزا دیگه هم نه با عشق پیشه. آره. حسابی دیگه خراب میشه. خیلی خب پس وقت چی؟ بعد وایت کار بخواهی بیتار هم تا اونه که میتونید بعد رایت کنید. مثل نون سفید، ماکارونی سفید، اینا رو تا اونجا که میتونی نخورید. چیزایی با فایبر بخورید. چیزایی با فیبر. چیزایی که مثل هول ویت، هول گرینز، اینا بخورید. اینا خیلی خیلی بهتره. چون شما نمیتونید کاربوهایدریت رو قطع کنید. نمیتونید بگید من اصلا دیگه برنج نمیخورم، اصلا دیگه نون نمیخورم، اصلا دیگه سیب زمینی نمیخورم، نه اصلا دیگه اینا نه. اینا رو نمیتونید بگید نمیخورم چون اینا برای بدن واجبن، ولی که نوعش و اندازش خیلی مهمه. بهتره که مثلا اونایی سبوس نون سبوسدار بخورین، نون گندم بخورین، اونا اینا، و مقدارش خیلی مهمه که در یک وعده خیلی زیاد نباشه. وعده های کوچیک در طول روز کاری که من میکنم. سوال خوبی الان میگم جانم. چه میوه‌هایی نباید؟ میوه های شیرین، میوه هایی که خیلی خیلی شیرین هستن، مثلا میوه هایی که خیلی هندوانه، انجیر، انگور، نمیدونم اینا، و اینا خیلی چیزن. مثلا چیزایی که میتونید بخورید توت هاست، توت
فرنگی میوه خوبیه، نمیدونم پرتقال نه اصلا، پرتقال خیلی بده، پرتقال خیلی شیرینه، هلو آلوشی میوه ها رو باید، ولی بازم پرشناتون باید خیلی خیلی کوچیک باشه، باید خیلی رعایت کنید، چیزای شیرین مثلا لیمو شیرین و مرکبات در کل، لیمو ترش مثلا بعضی وقتا میگن خب لیمو ترش که شیرین نیست، ولی لیمو ترش هم نمیشه بخوریم ما باید لیمو ترش ولی توت فرنگی میوه خیلی خوبیه، سبزیجات اوکی، کدو سبزیجات براکلی بهترین چیز برای دیابت، دو تا سبزیه براکلی و بامیه. بامیه دکتر من کدام گزارش کردم که بامیه بریده بود و تو آب داده بود. نه و شنبلی این سه تا رو، این سه تا سجدیدن میتونید شنبلیله کدو هم ولی به این سه شنبلیله چی بود اسمش؟ بامیه و براکلی. در واقع این خوراکا توی بدن این انسولین رو میزون میکنه. نه اینا توی بدن واکنش های مختلفی دارن، ریسپتوراتون رو زنده میکنن، به اون تیپ مربوط میشه، نوع یک و دو. بعضی ها رو کلید میده، بعضی ها رو اون قفلا رو درست میده. درست، یعنی این اوتوماتیکی بدن سبزیجات خوبن ولی میوه‌جات رو باید تلاش کنید. الکل نخورین، اونایی که الکل میخورن در دیابتیکات الکل اصلا چیز جالبی نیست، اصلا نخورید الکل، کلا برای هر گونه بیماری توصیه نمیشه. اونجا که میتونید الکل نخورید. از نوشیدنی ها بهترین نوشیدنی دنیا آبه. آب بهترین نوشیدنی آب دنیا آبه. خانم دکتر چند ساله الکل کشف شده؟ راضی؟ راضی؟ مرزی محسن شده؟ خیلی وقت نمیدونم. پس چرا بعضی کتابای دینی الکل حرام کردن؟ نمیدونم سوال از این نبود نبردیم بابا نبود خود الکل بعد مثلا فلان دین کاری ندارم به چه دین، ولی الکل چیز خوبی نیست. حالا الکل نه چرا خانم دکتر؟ یعنی حتی یه لیوانش هم که میگم نه خانم دکتر نفی حکمت نتوان کرد به کاری الکل جای خوبه برای شستشو، برای آه بله، برای خوراک، برای خوراکش نه، برای نه الکل خیلی چیزو برسن، خیلی متاسفانه آب جو اشکال برد آب جو اشکال برد من شدیدن مخابه هم خورم حیف نیست تکیلا نمیخوری؟ من اصلا نمیخورم تکیلا من از مارجوان شابو خورم، بچه های شراب بودم تازه جدیدن که اصلا خیلی خوبه. خب حالا اکسرسایز هم که گفتیم چون بعد ما تا ده میبینیم دیگرچه کمتر هشته حالا اینا رو هم بگم که میخواییم بدونیم راجع به داروان. خب انسولینه که میدونیم چیکار میکنه، اون کلیده از هورمونه که توی بدن خودتون به صورت طبیعی تولید نمیشه، تزریقش میکنین یا پمپ دارین اون تولید میشه و باعث میشه اون قفلا باز بشن و قند خون رو بکشن. حالا متفورمین چیکار میکنه؟ The other name، اسم دیگرش گلوکوفاژه، این از همه یه داروها بیشتر استفاده میشه. حالا یه سوالی ازتون دارم، وقتی شما قند زیاد میخوایی، مواد قندی یا نون و اینا، حالا نسسرلی شیرینی و شکلات و اینا نباشه، مثلا برنج و استارچ، بله کربوهیدرات زیاد میخورین، چی میشه تو بدنتون؟ گلوکوز میشه، میشه قند، وارد خونتون میشه، وارد سلولاتون میشه، همونطور که گفتیم چه اتفاقی توی سلولا براش میفته؟ نه تو سلول میشه. آها انرژی میشه. دیگه چی میشه؟ تبدیل چربی میشه. اضافهش تبدیل
اضافه شدید به یه چیز دیگه میشه قبل از چربی. خب وقتی شما این سوال خیلی خوبیه. ببینید وقتی شما یه چیزی میخورید مثل نون و برنج و ماکارونی و نشاسته هر چی که میخورید چی میشه؟ اول میجوینش، مخلوطش میکنی با آنزیمایی توی دهنتون، بعد میفرستینش توی شکم، بعد میره توی روده کوچک، شکسته میشه، جذب میشه، وارد خون میشه، انسولین میاد، اینا رو هم گفتیم. شروع میکنه چرخیدن، وارد سلولا میشه و درون سلولا چی میشه؟ یه مقدارش تبدیل به انرژی میشه. ولی شفه کنید شما الان رفتید رستوران، یه پورشن غذای همبرگر و چیزبرگر خوردین با یه عالم فرنچ فرایز، با یه دونه کوکای گنده، خیلی هم کامل همه میخورن. حالا اون همه مثلا 1500 کالوری الان یه دفعه ای خوردین برای یه وعده 1000 کالوری اینا، بعدش حالا اومدین صاف نشستین اینجا دارین من رو نگاه میکنین، 1000 کالوری دارین میسوزونین مگه؟ نمیسوزونین که. پس اون انرژی اضافه ای که از اون همبرگر و اون پپسی و اون فرنچ فرایز گرفتین کجا میره؟ نه ذخیره میشه. کجا ذخیره میشه؟ توی کبد و توی ماهیچه هاتون، تو دو جا، ماهیچه ها و کبد. چی بهش میگن؟ بهش میگن گلیکوژن یا گلایکوژن. گلایکوژن حالت فرم ذخیره‌ای قند در درون بدن. شما قند خون رو برای دو مصرف میخواید، ذخیره و انرژی، درسته؟ شما 1000 کالری الان چیزبرگر خوردین این اوت، میایین اینجا الان میشین من نگاه میکنین 1000 کالریه که عمر نمیسوزونین، 100 کالری هم نمیسوزونین اینجا، 900 کالریش چی میشه؟ ذخیره میشه به صورت گلیکوژن. کجا؟ توی کبدتون و توی ماهیچه هاتون. حالا چرا من ذخیرهش میکنم اصلا؟ برای چی من این گلیکوژن رو ذخیره میکنم؟ چرا؟ برای یه مصرفه. شما صبح صبحانه میخورین ساعت 6 و 7 صبح، درسته؟ بعد معمولا چیزی نمیخورین تا ساعت 12 صبح. 6 ساعت این وسط از کجا بدنتون انرژی میاره؟ از اون گلیکوژنی که صبح ذخیره کردین، درسته؟ دوباره ظهر میخورین میرین تا ساعت 5-6 بعد از ظهر، یه سیب مثلا وسط روز میخورین، یا غذای اصلیتون معمولا هر 5-6 ساعت 6 ساعت یه باره، درسته؟ این وسط از کجا میارین؟ از اون که ذخیره کردین از نهار، درسته؟ خب حالا بدن شما موقعی که سالمه بین این 6 ساعت وسط به شما میگه که این خانم یا این آقا در این بین نهار و شام داره میره بدوه، دوید، داره میدوه الان نیم ساعت تمام داره میدوه، 500 کالری سوزونده، 600 کالری. آقای کبد، هلو، تو اونجایی؟ یا ماهیچه ها، اون ذخیره رو رها کن توی خون بین اون زمان نهار و شامه دیگه، ذخیره رو رها کن. چرا بعد از یار اون این آقا یا خانم داره 500 کالری میسوزه، کبد میاد میگه بیا این قند داره میسوزه دیگه، من میدمش به خون، درسته؟ حالت عادی سلامت بدن اینو کنترل میکنه. بعد شما موقعی که وای میسین اگزرسایزتون تموم میشه، دو بدن به خون به کبد میگه نمیخوام، بسه، وایسا، نفرست دیگه، درسته؟ اینو بهش میگن رگولیشن، یعنی وقتی که میخواد قند آزاد میشه، وقتی نمیخواد آزاد نمیشه، درسته؟ بعد حالا این حالت طبیعی و سلامته. شما موقعی که بین اون 5-6 ساعت بین غذاییتون، یا نمیدونم بین ساعت 5 بعد از ظهر که شام میخورین تا 11 شب که میخوابین، امکان داره هیچی نخورین، بدن میگه که خب بله این ساعت سوار ماشین شد یه ذره قند بده، حالا نمیدونم رفت خونه دوستش نشست یه ذره دیگه، پیاده رفت یه ذره دیگه، خوابید یه... مثلا اینا قشنگ بدنتون اینو رگولیت میکنه وقتی سالم. حالا وقتی ناسالم اینو بیماری قند دارین، این بدن اینطوری رگولیت نمیکنه، یک دفعه یهویی یه عالمه قند میریزه تو خونه شما. ای بابا من الان که قند احتیاج نداشتم چرا یه دفعه ولش کردی توی خون؟ من که نه ورزش میکنم نه هیچی. این مال آدمایی که تایپ 2 دیابتیس دارن، بدن دیگه رگولیت نمیکنه خودشو، یه دفعه کبد میاد میگه خیلی خب احتیاج نداری، نداری که نداری، بی بگیر قند خون. یه دفعه میبینی آدم یه دفعه وسط روزی آدم قند خونیشو اندازه میگیره 200 تا 300 تا. ای بابا مگه هیچی نخوردم؟ پس چرا قند خون من بالاست؟ به خاطر که این لیبره اصلا کبده اصلا رگولیت نمیشه.
چون سالم نیست، کار درست نمیکنه. رها میکنه توی خون، قند خون بالاست. حالا میدونید متفورمین چی کار میکنه؟ متفورمین میاد این رها شدن گلوکوز رو از کبد استاپ میکنه. میگه آقا یا کبد رها نکن. متوجه شدی؟ نه خیلی خوب. نه بعد چیزی نیست. خب ببینید مثلا شما که الان متفورمین مو از دو طریق قند رو وارد خونمون میکنیم. یکی غذامونه، یکی هم کبدمونه. غذا و کبد. وقتی من سالمم از لانگ از که غذا میگیرم کبد آزاد نمیکنه. میگه نگهدار، نمیخواد، داره میخوره. متوجه شدی؟ ولی آدمایی که دیابت دارن هم غذا رو میخورن هم کبده داره آزاد میکنه، این قند خونه هم میره بالا. بعد متفورمین میاد به کبده میگه کبد جان نه نفرس، استاپش کن. این آقا الان متفورمین اگه نخوره دوباره کبده هی آزاد میکنه و قند خون میره بالا. این دقیقاً روی کبد کار میکنه. دقیقاً. بله. متفورمین روی آزاد شدن قند از طریق کبد، از طرف کبد. و این قند که تو کبد هست اگه اینجوری آزاد نشه تو چرا دردسر نمیشه؟ شما مرتبا که قند خونتون رو، شما قند خون گلایکوژن توی کبد خیلی خیلی عمرش کوتاست. ماه رمضون که الان ماه رمضونه که خیلی روزه میگیرن و الان این موقع شب که الان افطار میشه، از صبح تا این ساعت شب قند گلایکوژن کبدتون آلموست تموم میشه. گلایکوژن 15 تا 20 ساعت بیشتر عمرش نیست، مرتبا در حال چرخشه. بعد چی میشه؟ اضافه غذایی که شما میخورین تبدیل به چربی میشه. شما به محضی که غذا میخورین گلایکوژن خونتون پر میشه، گلایکوژن کبدتون پر میشه. بعد اضافه تر که میخورین همیشه چربی، همیشه چربی میشه. 200 پوند، 300 پوند، 500 پوند چربی. گلایکوژن یه لیمیتی داره توی کبد، بعد از اون تمامش تبدیل به چربی میشه. مال بعضی دیابتی ها هستن که یه دفعه قندشون میفته، مجبورن قند بکنن. اون چیه؟ به خاطر اینکه بدنشون نمیتونه رگولیت بکنه که مجبورن یه دفعه شب. به خاطر اینکه همین که گفتم هایپرگلایسیمیا، هایپوگلایسیمیا، این حالت رگولیشن بدن متاسفانه این توانایی رو نداره. یه دفعه میره بالا، یه دفعه میفته پایین. آره این خیلی بد. اون معمولا در زمانی اتفاق میفته که دیابتشون کنترل نشده است. اون خیلی دیتیله. معمولا آدمایی که تایپ 2 دیابتیکا، آدمایی که بعد از یه سنی دیابت میگیرن، معمولا آدمای اضافه وزن دارن. معمولا آدمای این اکتیوی هستن، فعالیت ورزشی ندارن، غذای بد میخورن، چاقن. برخلاف تایپ مانیا، اونایی که کنترل نمیکنن خیلی لاغرن، مثل استخون خشک میمونن. اونایی که کنترل نمیکنن، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه متاسفانه اونا تمام ماهیچه‌هاشون رو برای انرژی میسوزونن. اون یه پروسس خیلی سافیستیکیتد که من اینجا نمیتونم توضیحش بدم. پروتئینشون رو میسوزونن. بله. و تایپ 1 دیابتیک آن کنترلد معمولا خیلی لاغرن، یه دفعه میلرزن، شیمر میکنن، قش میکنن. اونایی هم که کنترلشون رو، تایپ وانشون رو کنترل نمی کنن و خیلی خطرناکه، باعث مرگ میشه، باعث میتونه کما و باعث مرگ بشه. از لانگ از اینکه انسولین بزنن و کنترلش کنن اوکی. چه اتفاقی میفته؟ قند عصبی خوب میشه یا اونم نه؟ دیابتی که بشه معمولا نه. من خواهم یه سوالی، من غیر قندی دارم راجع به کبد. غیر قندی بله. غیر دیابتی بله. این میگن کبد رو باید حالا کبد رو توضیح میدم. ایمان رفت. اگر که من بعد از آگست 31 بیام دوباره کبد و فایبر رو براتون میذارم. فایبرم ندارم. نه؟ نه. یه کلمه بگی. سمزدایی کبد لازمه؟ بله خیلی زیاد. این قرصه که گیاهی هستش میگم اینجا هر روز بخورید، من دارم میخورم الان یک ماه. من نمیدونم اونا میشن حقیقتش. ما با یه غذای خوب و با رژیم غذایی سالم و نخوردن الکل و نخوردن چربی‌های بد، اینا میتونید خیلی کبدتون رو سالم. کبد سالم به نظر من مساوی با بدن سالم. پس لازمه خیلی. قندم میتونه کنترل کنه وقتی کبد سالم باشه. به این نتیجه رسیدیم که رو قندم کار کنم. مرسی. چجور تشخیص میدید کبد یک نفر سالم؟ کبد سالم از البته اونایی که الکوهالیک هستن، معمولا زیر چششون حلقه سیاه دارن، یه بار روی زبانشون دارن،
زردی پوست دارن، زردی سفیدیه، چیز دارن، درد دارن در منطقه کبد و یه آزمایش های دیگه ای که کبد چرب رو نشون میده، آزمایش خون میتونن بکنن، سونوگراف، سونوگرام بکنن، اینا کارا بکنن. سیگار نه، سیگار هم برای کبد خیلی بده. نه نه نه، اولین چیزی که به شما میگن موقعی که کبد چرب داری اینه که الکل نخور. اولین چیزی که از سوالتون اینجاست که سوالشونه که آیا الکل میخورید نه، این اولین سوالی که از آدمای فاتیه. حالا یه نفر الکل هم نخورده کلا تشخیص بدن که آیا این شخص لیورش خوب کار میکنه. آزمایشات برای دقت، آزمایشات و عکس برداری ایمیجینگ مثل سونوگرام اینا نشون میده و آزمایشات معمولا یکی از علائمی که کبد درست کار نمیکنه آنزیمای کبدی معمولا فعالیتشون زیاد میشه، اینکریز میکنن چیزشون. و علائم سیمتومای فیزیکالش هم همین زردی پوست، چشم سفیدی چشم زرد میشه، حلقه بعد زبون یه بار سفید رنگی رویش میاد، اینا علائم فیزیک و درد سنگی، حالت ناراحتی در معلومت. ولی بعد جز اونم دیگه آزمایش خونه و سونوگرام. دو تا چیز برای فرزندگی اون آدم ها، خیلی از آدم ها شدم شما دور و برتون بشناسید، تایپ 2 دیابتشون میشه تایپ 1. میرن دکتر میگه من متاسفم دیگه نه دارو کار میکنه، نه رژیم کار میکنه، نه ورزش کار میکنه، بشین به خود انسولین بزن، چون دیگه تایپ 1 2 نیستی شدی تایپ 1. این بدن این انسولینی که تزریق میکنه جنسش با انسولینی که بدنش تولید میکنه فرق داره. انسولین کارش یکیه، از معمولا از انسان چیزی داره که داره بدنش نه دیگه تایم داره نمیگه گیو اپ میخوره. ببینید گرافش اینجوریه، ببینید اول موقعی که شما تایپ 2 داری انسولین میره بالا، بعد کنترلش نمیکنید یه دفعه میاد پایین، شات داون میکنه. اینجا هی انسولین اضافه میشه، انسولین اضافه میشه میگه کمکت میکنم، هی دست کلید تولید میکنه، شاید قفلا باشن، ولی شما هی دایت بعدتون ادامه میدید، ورزشتون رو نمیکنید، وزنتون اضافه میشه. لوزالمیو میگه خیلی خب من خسته شدم از دست تو، اصلا من دیگه انسولین ترشح نمیکنم. اینجا تایپ 2 تون میشه تایپ 1. یعنی همین زمان طرف میفهمه که این بیماری رو داره؟ نه، معمولا اولش میفهمه، اولش بهش میگن که باید با رژیم درست کنه، رژیم بگیری، نمیدونم ورزش کنی، قرصاتو بخوری، حالا راجع به قرصا صحبت میکنی، بعد قرص بخوری، رژیم بگیری، ورزش کنی، وزنتو پایین بیاری، استرستو کم کنی، نمیدونم اینا. بعد اولش خیلی مردم زغزل چیز میشیم وحشت زده میشن، خیلی دترمیندن، خیلی میخوان وزنشون کم کنن، باید کنترل بشه. بعد از یه چند ماهی که خسته میشن شروع میکنن دوباره برمیگردن به اون عادتهای گذشتهشون و بعد وقتی قند خونه میره بالا میره بالا هی انس بیچاره لوزور میده، هی تلاش میکنه، انسولین بیشتر ترشح میکنه میبینه فایده نداره، هی قند خونه داره میره بالا به جایی که پایین بیاد، بعد از یه شات داون. و شما میبینید یه آدمی رو که تا چند ماه پیش تایپ 2 بود و شما میدیدید هی متفورمین میخوره، داروی متفورمین میخوره، دفعه میبینید یه با وسط مموری پا شد رفت داره به خودش انسولین میزنه. بابا چی شد؟ تو چرا انسولینی شدی؟ تو که انسولینی نبودی؟ میگه خب دکتر بهم گفت. ولی میدونه ردش چیه؟ باید که لوزور میده دیگه اون شاه کلیدا و کلیدا رو تولید نمیکنه. متوجه شدید؟ و بعدیش اینجاست که شما تایپ 2 رو میتونید با دایت و ورزش و رژیم و اینا کنترل کنید، یعنی میتونید سلامت لوزالمعدتون رو نگه دارید، ولی وقتی تایپ 1 میشه دیگه نمیشه کارش کرد. متوجه شدید؟ It's irreversible. این غیر از این تستی که آدم مثلا میده آزمایش کام رو مشخص میشه که تا چه میزان این قند خونش بالاست یا پایینه، چه حالت های ایجاد میشه که اصلا بفهمه که قند خون بالاست؟ یعنی چه؟ سوال خیلی خوبیه. علائم اولیه قند خون بالا اینه که تشنه میشید خیلی و گشنه میشید. گشنگیه خیلی مفرد، تشنگیه خیلی مفرد، تکرر ادرار در شب بهش میگن ناکتوریا، در شب هی میدید دستشویی جیش میکنین، ادرار دارین اینا، و گاهی اوقات زخمایی در نقاط مختلف بدن به وجود میاد که به خروجی خوب نمیشن. متوجه شدید؟
مثلا یه زخمی که میمونه ای بابا این زخمه چیه چرا نمیره به جوش بودا ولی نمیره به من چرا اینطوریه چرا چند هم اینطوری خشکی پوست میاره اینا علائمه نه اونا خیلی دیگه شدتش بعد از اون غذای هست حالا اگر حالا اونا دیگه بعد اینا از سیمتومای اولیه بیماریه که تشنگی شدید مفرط، گشنگی زیاد بی حد بخواد. اصلا دلیل نداره الان من دیگه گشنم باشه ولی گشنم ادراری که شب ادراری به خصوص میری دستشویی و بعد چرا فقط شب؟ به خاطر اینکه در روز میشه. در روز هم میشه. ولی بله، ولی کلیه ها خیلی خیلی در شب فعالیت میکنن. ها، بعد فعلا میخوان قند رو از خودشون دور کنن. خب میخوان قند بالا رو دارید. حالا اونا دیگه خیلی دیتیل قضیه است. ولی اینا بعد اینا رو اینا باعث اینا چیزا یا زخمایی که خوب نمیشن یا خشکی خیلی خیلی زیاد پوست اینا علائم قند بالاست. هر سیمپتومای اول. ولی بعضی وقتا هم هیچ کدوم از اینا نیستا. یعنی هیچی نداریم اینا رو. میرین دکتر آزمایش قند میدین میبینه قندتون بالا. ولی اونا چیزای بعدیشه. اون که چشم و کلیه و اون چیزا چی میگن اعصاب پا که باعث امپیوتیشن لگ و اینا میشه. اونا دیگه مراحلیه که شما دیابت رو رها کردید. یعنی هیچ کاری رژیمش نمی‌کنید. نه رژیمتون رو رعایت می‌کنید، نه نمی‌دونم اینا، نه ورزش می‌کنید، نه داروتون رو می‌خورید، نه انسولینتون رو می‌زنید. بعد این چی میشه قند خون؟ قند خون میره تو عروق رسوب می‌کنه. کدوم عروق بدن خیلی ریزن؟ چش، کلیه ها، مویرک ها و اعصاب پا. دورن و ریزن. میرن اونجاها رسوب میکنن باعث کوری میشن رتیناپتی که بلایندنس میتونه به وجود بیاره نفراپتی میتونه کیدنی ها رو از کار بندازه بیماری دیابت های خیلی شدید کلیه هاشون از دست میدن به خاطر اینکه کلیه یکی از بزرگترین چی میگن اعضای چی میگن ارگانای عضو بدن هست که باعث کاهش قند باعث استخراج چی میگن اخراج خروج فارس انگلیسی بدن رو رفتن کپ رو یاد بگیم رفتن خودمون هم یاد نه انگلیسیمون اینقدر خوبه نه فارسیمون رو یادمون دیگه در یادمون رفت حالا بعدش اینا باعث چیز میشه خروج قند خون میشه کلیه ها موقعی که قند خون شما خیلی خیلی بالا میره باعث میشه کلیه هاشون کنن قند رو دفع میکنن در ادرار و وقتی که قندتون کنترل نمیشه شروع میکنه رسوب میکنه در اون نفرونا یا اون فانکشنال یونیت های توی کیدنی خوردن آب زیاد کمک خیلی زیاد یعنی شما شدیداً باید به افراد دیابتی توصیه بکنید که آب بخورن خیلی زیاد اصلاً دیهایدریشن براشون خوب نیست تا بتونن قند اول از همه اینه که باید همین کارا رو بکنن دایتشون رو نگه دارن ورزششون رو بکنن قند و شیرینی و اینچتا نخورن تمام همه اینا و آب زیاد بنوشن وقتی آب بخورن راحت کلیه حداقل میتونه یه کمک داره که از دست این اضافه ها خلاص بشه و وقتی هم که رسوب میکنن توی اونجاها بعد باعث میشن اون اعضا یا اون عروق کار نمیکنن دیگه یعنی مثلا مویرگا دیگه کار نمیکنن بعد شروع میکنه اون مثلا اون عضو دیگه قدرت کاریشو از دست میده چشمه دیگه نمیبینه کلیه دیگه کار نمیکنه یا حتی اعصاب پا از دست میده بعد شروع میکنه سیاه شدن و نمیدونم عفونت کردن و مجبورم پا رو ببر امپیوتیتش میکنم لگ امپیوتیتش ولی اونا کیس های خیلی 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 حاده یعنی همیشه وقتی که مثلا آدم مریضای دیابت میبینه یا یعنی یارو میگه وای یعنی من کور شدم یعنی من کلیه‌مو از دست دادم میگه بس دیگه به خودتون داره میخواین کلیه رو از دست بدی یا خدای نکرده کور بشین بعد خودتون به فکر باشین که به اون مرحله نرسه یعنی راهش هم اینجاست که قند و شیرینی نخورین ورزش کنین آب بنوشین و مرتبا تست کنین این قند خون رو یعنی باید حتما یه پمپ یه دونه measuring چیز یونیت داشته باشین توی خونه تست کیت داشته باشین مرتباً این رو اندازه بگیرید مطمئن بشید که کنترل میشه قند خون همونطور که گفتم بهترینش اولش اندازه گیری در صبح ناشته است یعنی صبح ناشته اندازه بگیرید قند خونتون باید زیر 110 زیر 110 میلی گرم پر دسیلیتر اگه البته دکتر پزشک اینجا بود به من گفت نه 110 زیاده
معمولا الان وقتی میرین دکتر به شما میگن نه 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 110 زیاده، کی گفته اینا، ولی من هنوز برای این اساسم برای اعتقادم که 110 هم مفیده. 105 110 باید بیشتر نباشه میلی گرم پر دسی لیتر. بعد از غذا میتونه بره بالا تا 180 ماکسیمم 200، ولی بالاتر از اون دیگه نباید بره. ببخشید بعد از حدود دو سه ساعت نمیکنه چه شب سه صبح یا نه بعد از صبح. نه اصلا باید یک دو ساعت بری وقت بدید. دو ساعت یکی دیابت یکی دو ساعت بعد از دست. من یک کسی که دیابت داره همیشه صبح هم بیشتر از اینه، نه 140 اینا من شنیدم. آره خب مسلما اگه 110 و اینا بود که نرمال بود میتونه خیلی بالا باشه، میتونه 200 300 باشه. یه دیابتی تا چقدر خوبه که بتونه کنترل کنه؟ تا باید بیارتش پایین عزیزم، هرچی بالاتر از 115 120 باشه زیاد. نه اونی که ناشتا هستش همون I would say like not more than 120. دیابتی داشتیم که خوب بشه. خوب بشه منظورتون چیه؟ تیپ دو که خوب بشه بتونه بیار کنترل کنه. بله داشتیم، ولی تا آخر عمرش باید رعایت غذاشو بکنه. به محض اینکه زن ناپرهیزی کنه دوباره میاد بالا. دیابتی داشتیم که از دیابت نمیره. مسائل دیگه بله. یعنی کشنده و ببینید دیابت خیلی بیماری مزمن بسیار بیماریه. چیه مزمن بودنش؟ یعنی این که تمام اقصانوقات بدن رو تفسیر میذاره، درگیر میکنه. بله متاسفانه دیابت خیلی دیابت حتی دیپرشن باعث دیپرشن هم میشه، باعث بیمار خیلی بیماری ها میشه و خیلی ساکته، خیلی آروم، مثل مار، مثل حرکت مورچه روی سن. هیچ چیزی به شما نمیده که بگید حالا مثلا خدای نکرده سرطانه من، ولی کن خیلی بیماریه بد. یعنی تمام بدن رو تحت تاثیر خودش قرار میده به خاطر اینکه بعدش هم مشکلش شدهست که وقتی میاد دیگه نمیره. باید نمیره مگر اینکه شما هیچ 100% درمان پذیر نیست. یعنی این نیست که مثلا بله من دارم مثل سرماخوردگی الان آنتی‌بیوتیک کم میخورم، دوام میخورم، فردا صبحم خوب شدم و رفتم دیگه تموم شد. اینطوری نیست. شما کنترلش میکنید ولی باید نگرش دارید آندر کنترل. اگه آندر کنترل نکنی فردا پاشین بری کیک کشیرینی بخوری، پس فردا که اندازه بگیرین درد دور رفته بالا. ای بابا من که خوب بودم. ببخشید من دکتر با اینکه دیابت ندارم تجویز متفورمین کرده، آیا برای پیشگیری؟ نه خیلی برای متفورمین رو برای پیشگیری نمیدارم. چرا؟ نمیدونم چرا. دو، آیا حیوانات جانداران از موش تا ماهی همین سیستم دارن یا متفاوت؟ سیستمای بدنشون فرق میکنه. مشابه انسان موش خیلی مشابه بدن انسانه. گینی پیگا که آزمایش چیز میکنن، خوکای آزمایشگاهی خیلی مشابه انسان هستن. یه گروهی از میمونها خیلی مشابه انسان هستن ولی بقیه نه به اون شکل. مثلا یکی از نوع انسولین رو از خوک میگیرن، یه نوع خاص انسولین رو که مردم به خودشون میزنن از خوک میاد، مشابه انسانه. پس متفورمین رو من نمیدونم بهتون چرا متفورمین دادن. از ازشون بپرسید چرا. شاید بوردرلاین دیابتیک هستید. چون من بوردرلاین دیابتیک هستید. ببینید مثلا شما ایشون رفتن یه چیز دیگه هم که هست، برگردیم به صحبتی که ایشون از من پرسیدن. یه ایندیکیتوری هست به نام هیموگلوبین A1C که اتفاقا چی میگن؟ مخترم کلمه خوبی شد، مکتشفه کسی که اینو کشف کرده. آقای دکتر ایرانی هستن، فوت شدن، آقای دکتر رهبر و ایشون دخترش دانشجوی من بود تو دانشگاه سیستان رویا. ایشون هیموگلوبین A1C خیلی میدویسنش توی تستاتون میتونید ببینید. اینطوری می‌نویسنش. هیموگلوبین A1C درصدیه. یعنی مثلا می‌بینید توی تستتون نوشته 5.5%. نمیدونم 6.5%، 7%، پرسنتیه، میلی گرم پر دسی لیتر نیست. این نشون دهنده 3 ماه اوریج قند خون شماست. خب؟ یعنی امکان داره شما روزی که رفتید آزمایش قند خون دادید، قند خون شما نرمال بوده. هیموگلوبین A1C تون بالاست. دکتر بر اساس اون میتونه 3 ماه گذشته شما رو ببینه. متوجه شدید؟ یعنی اگر 3 ماه گذشته هیموگلوبین A1C شما 8% باشه، یعنی بالا بوده. حالا امروز اون روز اتفاقی امکان داره نرمال باشه.
این دلیل این نیست که همیشه نرمال بوده. هیموگلوبین A1C نشون دهنده میانگین قند خون شما در سه ماه گذشته است. یعنی در هر یک دفعه تست خون که میگیرن این مشخص میشه. یه پروتئین داخل خونتونه. بله، بدن شما ریکورد رو نگه می‌داره. هیموگلوبین A1C پرسنت، بعد یه چیزی هر چیزی بالا بیشتر از 5.5 or 6% باشه بهش میگن های. ببین سیستمت جان، راجب چیز بگو، لبنیات. اوکی میگم دایت هنوز نرسیدی. ببخشید. خدمت از شما چون مسئله باش درگیر بودم. بله. من حدود یک سال پیش یا آزمایش دادم. آدم اومد مرد 115 شد. 115 بین 115 تا 120 بود. تقریبا یک سال پیش. اوکی. بعد من رفتم تا حساب دکتر کیدار و این متفاوی داد. این رو یه دونه متفاوی. بعد از اون تاریخ به بعد کلن نبود. تا حالا هر موقع که میگرفتم دنده بگرفتم 105 بیشتر نبود. خب بعد الان نزدیک 9 ماست که مرتب مثلا چند بارم باز چند شیش ماه یه دونه متفورمین میکنیم؟ بعد هر روزم به حساب هر شیش ماه یه دفعه آزمایش خون میدم، بعد تستام به خودم هفته یه دفعه دو هفته یه دفعه انجام میدم. ولی باز هم به حساب دکتر این آقای دکتر که صحبتشون میکنم اینا این متفورمین رو قطعش نکرده. نه بخاطر اگه قطع کنید برمیگرده. حالا بهتون میگم متفورمین چی کار میکنه. این از اینکه شاید دقیقاً تو هشت ماه هیچ وقت از 5 بیشتر نخورید. به خاطر اینکه متفورمین میخورید. حالا متفورمین نخورید میره بالا. درسته شما خیلی خوب کنترلش کردید. خیلی هم عالی. همینطوری ادامه. یه وزنم آوردم پایین. آره. همینطوری ادامه بدید. متفورمینتون رو بخورید. قند خونتون ثابت میمونه. جای نگرانی هم نداره. اگر متفورمینتون رو قطع کنید میره بالا. بعضی وقتا متفورمین مردم میخورن نمیاد اصلا، بازم نمیاد پایین. درسته شما خیلی به موقع گرفتینش. تا خواسته مشکل خیلی اساسی و مزمنی بشه به موقع متفورمین رو خوردید اومده پایین و نگرش دارید. متفورمینتون ادامه بدید، اگه قطع کنید میره بالا. حالا بهتون میگم متفورمین کارش میبنده. یه اشکال داره اگر فرض کنید من متفورمین رو شروع کنم بعد دیگه نمیتونم قطعش کنم. پس حالا سلامتم خب اینو از دکترتون بپرسید ببینید چرا متفورمین رو به شما داده. اگر متفورمین شما دلیل دادنش هیموگلوبین A1C بوده بهتره که بخورید. اینو باید بپرسید. اینو باید بپرسید. ولی من اینو توصیه نمی کنم اونجا. فرق بین متفورمین با انسولین چیه؟ الان میگم. متفورمین. خب متوجه شدیم پس تایپ 1 و تایپ 2 دیگه رایت؟ بله. خب بعدش تایپ 1 انسولین پرودوسینگ سلز، اونایی که سلول هایی که در پانکریاس هستن در لوزالمعده هستن و تا انسولین رو تولید میکنن از بین رفتن. بعدش حتما باید انسولین روزانه داشته باشید به صورت تزریق یا به صورت پمپ اینو داشته باشید. معمولا در بچگی و یا در جوانی به وجود میاد و چیز به صورت بیشترین در گروه سنی که بیشترین کامل هست در بچه ها و در جوان هاست. میانه توضیح داریم. این اسلاید ها همه توضیح های من آرهی توش بود ما توضیحشون داریم. اوکی سو سیمپوماش یورینیشن هست، زیاد ادرار میکنیم، اینکریز یورینیشن، خستگیه، کاهش وزنه. حالا بهتون میگم چرا کاهش وزنه. افزایش ترسته یا تشنگی، گشنگی، خشکی پوست و شاید هم ویژنتون بلرد میشه. دلیلشون نمیدونیم ولی میتونه ژنتیک باشه و یا این بارنه خب اوکی. حالا چجوری اونو توضیح بدم براتون که اوکی. خب حالا ما چیکار کنیم که دیابت رو بتونیم کنترل کنیم؟ دیابت منیج میشه ولی هیچ وقت نمیره. آردی گفتیم میتونیم از دست دیابت کاملا خلاص بشیم و بشیم یه آدمی که 100% سالمه و دوباره برگردیم اون غذاهای همیشگیمون رو بخوریم؟ بله، ولی غذاهاتون رو دیگه نمیتونید بخورید. شما میتونید خیلی آدمش ایشون مثلا الان آدم سالمی ان از نظر دیابت ولی باید قرص قندشون رو بخورن. خب قرص قندشون رو نخورن دوباره قند خونشون میره بالا. در نتیجه این چیزی نیست که ایشون براشون نگران باشن. اگر که قند خونتون بالا بود با متفورمین جای نگرانی داشت ولی خوشبختانه کنترل شده، چه مسئله ای نیست بخورین دیگه، هیچ مسئله ای نیست، کنترل هم شده جای نگرانی هم نیست. یعنی شیرینی هم بخورن؟
نه نه دیگه من شیر شیرینی رو نباید من چیزی اصلا غلط کردم این سال هاست یعنی قبلا هم اصلا از بچگی ببخشید بعد یعنی 8 10 سال پیش این ور اصلا قند و شکر نمی‌خوردم تو خونه عادت کرده بودیم ولی بعد از موقعی که این مسئله شد واقعا دیگه هر چیزی که شیرین هست به قول اون دکتر خودم میگه تا چیزی شیرین به لبت رسید توف کن ببخشید بله بله دقیقاً این دیگه چیزا رو انجام نمی‌کنم یعنی به حساب خب حالا چجوری میتونیم دیابت رو کنترل کنیم؟ بهتون گفتم انسولینه که برای تایپ 1 دیابتیزا استفاده میکنم، متفورمین یا داروهای دیگه است که کامل اون چیز که خیلی عمومیه و خیلی مردم استفاده میکنن. الان متفورمین اسم دیگه‌اش گلوکوفاژ هست. حالا بهتون توضیح میدم که چه کار میکنه توی بدن. ورزشه؟ حالا چقدر ورزش؟ سوال اینه چقدر من باید ورزش کنم؟ روز 2 ساعت بودم چه نوع ورزشی بکنم برای اینکه قند خونم رو تنظیم کنم؟ یه ساعت پیاده روی؟ خب دیگه کسی دیگه چیزی نداره بگیر یه ساعت تا 24 ساعت میگم از یه ساعت تا 24 ساعت 24 ساعت بکنم آدم نیز کاشی میشون 24 ساعت یک ساعت دیگه چی؟ کسی دیگه نمیدونه چی؟ بگه چه نوع ورزشی بکنی؟ پیاده روی؟ چند نوع ورزش داری مثلا؟ من ورزش های یوگایی بگیرم نرمش بادی بورد زهنی چند نوع ورزش داری؟ ایرانی خوبه؟ من که تنیس بازی میکنم، نمیدونم بقیه چه خوب؟ بادی ورک و تنیس از بچگی 13 سالگی بازی کردم این بازی تا الان هم ادامه میدم چه بادی؟ در اول روزی 1 ساعت تا 2 ساعت چند جور ورزش داریم ما؟ یکی ورزش های چربی سوزن، یکی ورزش های قند سوزن کالری میتونه هم از قند بیاد هم از چربی بیاد ولی ما ورزش های قندسوز داریم، ورزش های چربی سوز داریم کدوماشون قندسوز هم کدوماشون چربی سوز مثلا به طور عادی من فکر کنم ورزشی که عرق آدم بکنه یعنی چون نمیدونم میخوام بپرسم دیدم که میدونم فکر کنم این ورزشی که خیلی شدید باشه که بدن داغ بشه از جهت قلب بره بالا اونا چربی سوز کشتی و حال را رفتن عادی و اینا کشتی و خب حالا یه سوالی ازتون میکنم برای جواب سوال جالبه چون اکثر آدم‌ها اشتباه جوابشو میدن ولی خب جالبه چون یاد میگیرن ازش شما چه چیزایی توی بدنتون هست که میسوزونید تا انرژی تولید کنید چربیه پروتئین قند و پروتئین درسته پروتئین ماهیچه‌هاتون ماهیچه‌ها رو که نمیخواید بسوزونید تا اونجایی که ما میتونیم بعد ماهیچه‌مون رو نگه داریم چون خیلی مهمه توی بدن باید بیشتر ماهیچه‌ها آدم داشته باشه درسته پس دو تا میمونه یه چربی و یه قند این دوتا انرژیزا هستن برای بدن یعنی تولید انرژی میکنن مثلا وقتی حرف میزنین، راه میرین، میخوابین، میشینین، فکر میکنین اینا همه بدنتون انرژی میسوزونه شما فکر کنین اگه اینجا الان که شما اینجا نشستین دارین به من گوش میدین درسته نمیدوین دور این زمین ولی دارین انرژی میسوزونین چرا؟ چون هم دارین میبینین، هم دارین نفس میکشین، هم دارین فکر میکنین، هم مینویسین دقیقاً از تا زمانی که بدن شما کار میکنه شما انرژی میسوزونید. دقیقاً. احتیاج نداره همه موقع فکر کنن وقتی من میسوزونم کالری رو، کالری یونیته که برای تولید انرژی در درون بدن استفاده میشه که از غذا میاد. مثلا وقتی من کالری میسوزونم که وقتی میدوام. نه، وقتی شما نشستین الان دارین کالری میسوزونید. ولی کمتر. خب. حالا سوالی که من از شما دارم، از این دو تایی که ما راجع بهش صحبت کردیم، قند و چربی، کدومش شما الان دارین میسوزونید؟ قند یا چربی؟ قند. جفتش رو فکر کنم. چربی تبدیل به قند میشه. شما موقعی که نشستین دارین الان به من وقتی خوابیدین قند میسوزونید یا چربی؟ قند. چربی مال فعالیتی که با بدنم همراه. الان قند. جسمتون برعکس احتمالاً باید مدفوس باشه. هر این حالت داره این چربه میشه. خوشحال. قشنگ سوال شده. چربی سوزونی یا چربی؟ جفتش رو بگیر. لا. خیلی سایه بشه. فکر
ولی خب بدن چند بیشتر چرب به خاطر پس میشه قند بیشتر مصرف کنه. حالا بشه. موقعی که فکر می‌کنیم بعد مدرسه. موقعی که می‌خوابین، موقعی که می‌شینین، موقعی که کاری نمی‌کنین، تلویزیون تماشا می‌کنین، دارین چرب می‌سوزونین. وقتی که میشینین میخوابین، استراحت میکنین، در تلویزیون نشستین، کنترل عوض میکنین، انگشتتون داره ورزش میکنین، اینا دارین چربی میسوزونین. خب پس چقدر عالی، پس من بشینم جلو تلویزیون هی کنترل عوض کنم، کنترل چیز کانال عوض کنم، چربی چرب بخورم، درس تخم، آره تخم بخورم، چربی که میسوزونم از تخم بگیرم. خب پس چرا من خودمو زحمت میدم برم بکشم توی جیم هی رو ترد میل و اینه ای بابا بیخیال میشنم تو خونه تخمه همونده خورم چربی رو میسوزم. و مسئله شجاست که شما مقدار چربی که میسوزنید موقعی که خوابیدین و تلویزیون دارده خیلی کمه. چربی عامل تولید انرژی شما در اون ساحلت هست ولی خیلی کمه. مقداری که میسوزنید هیچ نیست، یعنی خیلی کمه. ها؟ وقتی که حالا چرا؟ حالا یه سوال دیگر رو جواب بدم. وقتی امتحان میدین، وقتی از مغزتون استفاده میکنین، اون قند داره توی مغز شما، خوراک مغز شما قنده، ولی بازم اون قند خیلی کمه، انقدر نیست که باعث بشه قند خون شما رو کاهش بده و دیابت رو کنترل کنه. خب حالا پس سوال اینست که وقتی میدوین، میرین دوره یه دونه مثلا فوتبال فیلد میدوین و الان بهتون گفتم قند میسوزونین، درسته؟ بله قند میسوزونین. خب چرا اونجا قند میسوزونین اینجا چربی؟ دلیلش چیه؟ خب چربی هم تبدیل به قند میشه، قند میسوزونه. نه قند نداره. در قلیه اصلا کاری اون نداشته باشه، اون رفتی به این نداره. سو وقتی که نشستین چربی میسوزونین، وقتی که میدوین قند میسوزونین. خب چرا اونجا قند اینجا چربی؟ تفاوت این دوتا با هم چیه؟ چون سکوتر تبدیل بشه به انرژی، بخاطر اینکه قند رو میسوزونین میشه انرژی، چربی رو میسوزونین میشه انرژی، رایت؟ یک گرم چربی 9 کیلوکالری انرژی آزاد میکنه، یک گرم. آره ولی چی باعث میشه که شما وقتی نشستین قند چربی بسوزونین، وقتی خوابیدین، وقتی میدوین قند؟ اکسیژنیه که بدنتون میگیره. تو کدوم حالت بهتر نفس میکشین؟ الان یا وقتی میدوین؟ الان بهتر نفس میکشین؟ الان دیگه که بدن ساکنه. قشنگ ببینید شما دارین نفس میکشین، درسته؟ میفهمین؟ نه آرامش. دارین نفس میکشین، چربی به اکسیژن زیادتری احتیاج داره برای سوختن. وقتی میرین میدوین چی میشین؟ دیدین اینطوری میشین، رایت؟ انقدر اکسیژن به بدنتون نمیرسه، فوری شروع میکنه قند رو میسوزونه. قند برای سوختن و تولید انرژی به مقدار اکسیژن کمتری احتیاج داره. یک بار دیگه این جمله رو بفهمید. قند چربی برای سوختن و تبدیل به انرژی احتیاج به اکسیژن زیادتری داره. در حالتی که بدن شما راحت تر اکسیژن میگیره، چربی میسوزونید. وقتی نشستین، وقتی خوابیدین، خیلی راحت نفس میکشین، درسته؟ نفس میکشین. آخه، خب چی میسوزونید چربی؟
وقتی میدوین چه اتفاقی میفته؟ نفستون کم میشه. اینطوری چی میشه؟ اکسیژن نفسه کامل نمیشه. مثلا یه چیزی شیرینی خوردین پس بدوین زودتر اومده. خب حالا یه چیز دیگه که هست، یه چیز دیگه که هست. خب پس حالا برای من که دیابت دارم کدوم بهتره؟ دویدن؟ دویدن یا راه رفتن؟ دویدن. یعنی خود بدنه که منیج میکنه که وقتی اکسیژن کمتر میرسه به جاش قند بسوزونه. بدن خودش میفهمه که وقتی داره اکسیژن کمتر میرسه به جای چربی قند بسوزونه. بعد سویچ میکنه. مرتب سویچ میکنه. حالا گوش کنید. بعد یه چیز دیگه‌ای هم که هست اینجاست که وقتی یوگا میکنیم چی بهتون میگن؟ نفس عمیق. خب چرا با دیگه یوگا چربی میسوزونه؟ میکشین خودتون رو. پس low intense exercise، exercise های آرام چربی سوزن. پس شما اگه میخواین قند بسوزونید باید چکار کنید؟ بدوید. Physical activity، running، huge difference. قند خودتون رو میسوزونه. شنا قند رو میسوزونه. شنا بسته 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 داره. اگه اینجوری کنی نه، ولی این تون شنا کنی آره. جیم که بریم با وسایل که هست اونو چی؟ وسایل هم چربی میسوزونه به خاطر اینکه شما هیچ خواهد. فقط سوال نکتهش اینجاست که اینم میتونه یه